أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که وجوب روزه ماه رمضان یکی از دلایلش و اهدافش رسیدن به آن است. تقوایی که امیر بیان قرآن ناطق امام سفید رویان فرمودن تقوا را حفظ کنید و خودتان را با تقوا از همه خطرات و از همه زیانها مواظبت کنید. الا فسونوها و تسبنو بها. امید است که هممون در لحظات زندگی به این مسئله مهم و اساسی و سرنوشت ساز توجه کامل داشته باشیم. در خطبه اول بحث کذب را از منظر قرآن و روایات به عنوان یک راه رسیدن به سلامت، در ادامه مباحث گذشته بحث خودبینی یا خودبرتربینی و همینطور بحث غیبت دنبال میکنیم. در خطبه دوم مناسبت ها زیاد است، هم آغاز سال تحصیلی است و هم تحول طبیعت و تحول ماحول ما از مناسبت هاست. روز دهقان داریم و مسئله تعصب و تبعیض و نجات پرستی که به عنوان یک روز جهانی در این ایام نامگذاری شده، وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها مع الاسف، انتحار و انفجاری که باز هم جامعه و مردم ما را داغدار کرد، از موضوعات است که انشالله بر حسب فرصت در خطبه دوم با اونها میپردازیم. اما مسئله اول و بحث خطبه اول، در شرایط قرار داریم که بهار قرآن و ماه مبارک رمضان تلاقی کرده با آغاز سال تحصیلی و نوروز و تحولی که در طبیعت وجود داره. پیغمبر بزرگوار اسلام در هر دو موضوع تذکراتی دارن. گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار. همون گونه که بهار طبیعت
در زندگی ما اثر داره، بهار قرآن هم یقیناً آثار و برکات بیشتری دارد. ان فی ایام دهرکم نفحات، وجود نازنین پیامبر خوبی ها فرمودن از سوی پروردگار شما در طول عمرتان نسیم های رحمت میوزد. الا فتعرضوا لها، خودتان را در معرض رحمت قرار بدین. در این هر دو مناسبت مهم بحث مهم را در جلسه و در خطبه اول مد نظر گرفتیم، مسئله دروغ است، کذب. حالا عرض میکنم دروغ و کذب چی زشتی و چی در واقع رذیله است. قبل از اونی که وارد بحث اصلی شوم، ببینین نمازگزاران عزیز، گاه دروغ بین دو نفره، خب پیامدش ضررش مربوط میشه به دو نفر، گاه دروغ مربوط میشه به جمعیت بیشتر، به یک قریه، به یک شهر، پیامدش ضررش بیشتر میشه. گاه دروغ از یک عالم، از یک مسئول بزرگ که مرتبط با مردم است صادر میشود، زیانش، آسیبش خیلی بزرگ میشه، و مخصوصا اگر حکام گرفتار دروغ شوند، اگر زعمای مذهبی و اعتقادی، این همه فرقه های باطله که در دنیا ما شاهدش هستیم، اینها نتیجه دروغ هاست، و الا اسلام که یکی بیشتر نیست، بیشتره؟ ان الدین عند الله الاسلام، فمازا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق گمراهی است، حق یکی بیشتر نیست. گاهی ما به دروغ به یک چشم ساده، به یک دید ساده نگاه میکنیم. الحمدلله فضای معطر و بزرگ و ارزشمند نماز جمعه این ظرفیت را به وجود آورده که به تشریک مساعی شما خوبان، خواهران و برادران، مسئولین بخش‌های مختلف، از امنیت و از ستاد و از اندیشمندانی که در این مسیر با قلم و بیان و تحقیقشان و با مطالعاتشان ما و شما را با اسناد و با منابع مهم و متنوعی که داریم یاری میکنن، این فضا را فراهم کرده که ما بیاییم در این جلسه نورانی. گاهی آدم یک نگاهی به این عظمت میکنه، تنها در این مصلا نیست، شما همه مصلاهای جهان اسلام را در نظر بگیریم، کدام کلاس این همه دانشجو و این همه طالب داره؟ بهترین کلاس ها در فضای آموزشی کلاس هایی است که دانش آموزاش محدوده، اما نماز جمعه سیلاسا جمعیت دنبال یک حقیقت هست. من همینجا عرض بکنم این تفکر باید از ذهنمون دور کنیم که جمعه روزی است که ما به بتالت بگذرانیم، جمعه روزی است که برنامه های اساسی عمرمان را در اون روز مدیریت میکنیم. ما در واقع از معنویت جمعه برای یک هفته انرژی میگیریم، خط میگیریم. ما بهترین برنامه هامون باید در جمعه تنظیم کنیم. به همین دلیل است که این بحث سرنوشت ساز است. دروغ که در زبان عرب به او میگن کذب، گایم کذب استعمال میشه، حالا بحث به اصطلاح ادبیش به جای خود باشه، قرآن از این واژه زیاد استفاده کرده. گاهی زشتی دروغ رو بیان میکنه. یکی از آثار دروغ این است که با ایمان نمیسازه.
خیلی دقت کنین عزیزان من، دروغ با ایمان نمی سازه. کسی که مؤمن دروغ نمیگه، کسی که دروغ میگه یقین داشته باشین قرآن این دستور و این راه رو به ما نشان داده، او مؤمن نیست. علما هستن در جلسه، من معتقدم دوستان اهل نماز جمعه همه اهل دقتن. میفرماید در سوره مبارکه نحل، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون. همجوری که انما ولیکم الله و رسوله حسره، اینجا هم می فرماید انما یفتر الکذب، تنها کسی که افترا می بنده او دروغگوست. در پایان آیه می فرماید لا یؤمنون بآیات الله، دروغگو به آیات خدا مؤمن نیست. دروغ با ایمان نمی سازه. از پیامبر سوال شد یا رسول الله آیا مؤمن ترسو میشه؟ بعض وقتا انسان ها جرأتشون کمه، شهامتشون یه مقدار کمه. از پیغمبر سوال شد مؤمن میشه جبون باشه، ترسو باشه؟ پیغمبر فرمود نعم. فرمود که سوال کرد یا رسول الله مؤمن بخیل میشه؟ خب جبنم خوب نیست، بخلم خوب نیست. از حضرت سوال شد که مؤمن بخیل میشه؟ حضرت فرمود بله. بعد سوال کرد آیا مؤمن دروغگو هم میشه؟ قیل لا ایکون المؤمن کذابا، مؤمن دروغ هم میگه دروغگو هم میتونه بگه من مؤمنم؟ قال لا، پیغمبر فرمود نه، مؤمن دروغگو نمیشه. ببینین این مشکلاتی که امروز جامعه در سراسر جهان مخصوصا خلاصه در مجامع اسلامی و خودمان گرفتار هستن از کجا نشأت میگیره؟ پیغمبر فرمود هم در روایت و هم در آیه قرآن، امیر بیان، من که وقتی میگم امیر بیان، الحق و الانصاف، آقا را سردار بیان خلقت میدانم، اگرچه شاگرد پیغمبر است اما از او شاگردهای استثنایی، سردار سخن، امیر بیان. علی علیه السلام فرمود لا یجد عبد تعمل ایمان، بنده مزه و حلاوت و شیرینی ایمان را درک نمی کنه، نمی چشه، حس نمی کنه، مگر اون که دروغ رها بکنه، دروغی به شوخی، دروغی به جدی. حتی یترک الکذب هزله و جده. ببینین ما مزه یک جامعه ای که دروغ نگفته رو نچشیدیم. اون زمان ما آرامیم که رهبر ما دروغ نگه، رئیس ما دروغ نگه، مسئول ما دروغ نگه، روحانی دروغ نگه، تاجر دروغ نگه. ببین زندگی چی میشه؟ این همه فرار مغزها به خاطر چیه؟ برای که دروغ حکومت میکنه. قرآن ما اینا را قبول نداره. بگذاریم، دروغ سرچشمه همه گناهان است. اون یک فراز بود. دروغ با ایمان جور در نمی آید. دروغ سرچشمه همه گناهان است. الحمدلله شاهد باران رحمت بودیم دیشب. الحمدلله نزولات آسمانی بارید، یکم خاطرمان جمع شد و الا ناامید بودیم. این بارانهای برفها سرچشمه شده برای آب ما، برای زندگی ما. دروغ سرچشمه همه گناهان است. هرچی گناه فکر میکنی، از شراب و ربا و قمار و خلاصه اخلاقیات، سرچشمش همش دروغه. امام باقر که پیغمبر فرمود شکافنده علم است، و جابر فرمود سلام مرا به او برسان، فرمود خدا جعل للشر اقفالا، برای شرور و برای بدیها قفل قرار داده.
و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب والکذب والکذب و شر من الشراب. فرمود کلید همه گناهان شرابه. دیدین کسی که شراب میخوره بعد دیگه گیر نداره، هر کار انجام میده. ممکنه به محارمش هم رحم نکنه، شراب خورده. دروغ از شراب خوردن بدتره. پس چشمه و منبع گناهان دروغه. حالا ما فقط به این جنبش نگاه میکنیم که دروغ به خدا و پیغمبر و امام روزه رو باطل میکنه، بالاتر از اینه. آثار اجتماعیش خیلی سختتر است. امام زین الله امام عسکری علیه السلام فرمودن جعلت الخباثه فی بیت. اینا بیانهای ائمه است به مناسبت ها، اینا همشون قرآن ناطقن، هر کدامشان به یک مناسبت یک بخش قرآن خلاصه بیان میکنن. فرمود خبائث رذائل در یک خانه قرار داده شده، کلید اون خانه که داخلش خبائث است دروغه. بگذاریم. کسی آمد خدمت پیغمبر، خوب دقت، گفت یا رسول الله نماز نمیخونم، عمل منافی عفتم انجام میدم، یعنی اهل زنا هستم، دروغم میگم، حالا کدوم یکیش اول ترک کنم؟ پیغمبر فرمود که دروغ، دروغت ترک بکن تا به اونا گرفتاریت خلاص بشه، از اونا گرفتاریت خلاص بشه. دروغ علامت نفاق است. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خیلی وقتا دوست دارم که سوره جمعه که خوانده میشه سوره منافقون هم بخونم در نماز. بیشتر هدفم اینه که خب ما مسلمان ها باید خلاصه تئوری و برنامه کفر بشناسیم. خب در کجا باید بشناسیم؟ ما الان خیلی ما مسلمان ها واقعا غیر مسلمان ها داره مدیریت من میکنه. خب اسرائیل چرا اینقدر ظلم میکنه؟ به خاطر که دشمنان اسرائیل کشورهای اسلامی را دارن مدیریت میکنن. حالا بعضی کشورها یک نفسی کشیدن به جای خود. اعراب کشورهای عربی اگر خلاصه با مدیریت اسلامی حرکت میکردن، اسرائیل نزدیک 170-180 روز فقط روز چند صد نفر آدم و طفل میکشه. برای که طرح اونا را بلد نیستیم، در حالی که قرآن یک بخش آیاتش معرفی طرح دشمنه، کفره. و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. سوره مبارکه فصلت. کفار گفتن قرآن نشنوین، اگر شنیدین معناش به هم بزنین که مردم به معنای قرآن نرسه. حالا بعضی جا خیلی قرآن خونده میشه، اما خب هدف قرآن، معنای قرآن هنوز بهش توجه نشده. سوره مبارکه منافقین میگه اگر منافقون آمد گفتن تو پیغمبر خدا هستی، اینکل رسول الله، تو پیغمبر خدا هستی، با اینی که تو پیغمبر خدا هستی، و اونا هم اعتراف میکنن پیغمبر خدا هستی، اما اونا دروغ میگن. منشه نفاق دروغه. آدم منافق دروغ میگه. چند تا علامت پیغمبر برای منافق بیان کرده. وعده میده تخلف میکنه، امانت بهش داده میشه خیانت میکنه. آقا وقتی میگم امانت، فکر نکو فقط یک کسی 1000 افغانی دست من و تو داده، این امانته. آقا بچه مردم در مکتب امانت معلم هاست، امانت معارفه. در حوزه های علمیه طلاب امانت هم. قدرت امانت است، حکومت امانت است. حضرت موسی میفرماید ادو الی عباد الله، بندگان خدا را در اختیار من قرار بدیم. نباید غیر امین به حکومت گماشته شود. بابا اسلام چیزی دیگری است.
دروغ اعتماد را از بین میبرد. اعتماد که نبود زندگی اجتماعی رنگ نمیگیره، اقتصاد درست نمیشه، امنیت درست نمیشه، تکنولوژی صنعت پیشرفت نمیکنه. همه اینها در فضای اعتماده. تاجر کجا سرمایه گذاری میکنه؟ جایی که بفهمه پولش عاید داره، در امنیته. یک استاد، یک محقق، یک پزشک حاذق کجا میایه مطب میزنه سرمایه گذاری میکنه؟ جایی که بفهمه اینجا اعتمادی است. دروغ همه اینها رو نابود میکنه. اگر زن به شوهر، شوهر به زن، شریک به شریک، حاکم به مردم، رعیت به حاکم دروغ بگن، مریدان از پیشوا و رهبر دروغ ببینن، دیگه چیزی نمیمانه، زندگی نمیشه. خیلی مطلب است، میدانم فرصت کم است، بگذارین ادامه بدم. دروغ جنگ با خداست. دروغ جنگ با خداست. همون گونه که رباخوری، سودخوری جنگ با خدا هست، اون یک جنگ محدوده. دروغ یک جنگ وسیع‌تر است در مقابل خدا. به همین دلیل است که امام صادق فرمود من حلف علی یمین و هو یعلم انه کاذب. کسی که قسم میخوره و میفهمه که داره قسم دروغ میخوره، فقط بارز الله عز و جل، به میدان جنگ با خدا رفته. مطالب موضوع فراوان است. دروغ در همه میادین محکوم است، مطرود است، مردود است، مخصوصا گاه با یاد خدا، با نام خدا سر مردم را میجرس میکنن، قسم میخورن. روایات فراوان داریم به امیر بیان، امیر همه مؤمنان و سفید رویان، پیغمبر مخاطب خاصشان آقا امیر المؤمنین، در این بیان فرمود یا علی لا تحلف بالله کاذبا ولا صادقا، به خدا قسم نخور، چه قسم راست چه قسم دروغ، من غیر ضروره. حالا اگر قسم راست گاهی به خاطر اثبات یک حقه، اگر قسم نخوری قسم دروغ که اصلا راه نداره، قسم راست نخوری خب حق ضایع میشه، اونجا دیگه چاره ای نیست. ولا تجعل الله عرضه لیمینک فان الله لا يرحم ولا يرعى من خلف باسمه. کسی که قسم دروغ میخوره خدا با او بالاخره توجه نداره. حالا عرض میکنم نتیجه های دروغه. بگذاریم چرا مردم دروغ میگن، چرا گرفتار دروغ میشن، عواملش میخوایم بگیم. یکی خانواده است، پدر، مادر، محیط زندگی. وقتی اینا جدی نبودن دروغ گفتن ولو کوچک. برادر، ماه رمضان شما عزیزان مهمان خدا هستین، در کل ماه رمضان هممون مهمانیم، بعد نماز جمعه مهمانی ویژه است. باید خیلی دقت کنیم، داخل خانه هامون مواظبت کنیم، ذره پدر و مادر اعضای خانواده دروغ نگن. از اونجا شروع میشه الگوگیری، از اونجا شروع میشه. بابا به خانمت وعده میدی، اگر انجام میدی وعده بدی، به اولادت، به دخترت، به پسرت، به خواهرت یاد میگیره. آقا اگر گفته فلان ساعت میری همون ساعت برو، میای بیا، بعدا بیچاره میشیم. اولش محیط خانواده است، تصمیم بگیریم. کسی دیگه نمیایه شهر ما را درست بکنه، حکومت ما را درست بکنه. من وقتی نام از حکومت میبرم فقط دلسوزی میکنم. شما فکر میکنین از یک جای دیگه میای حکومت برای ما درست میکنه، مدیریت درست میکنه؟ نمیکنه. از داخل خانه ها باید بچه همونه تربیت بکنیم، خودمونه تربیت بکنیم. اولش از محیط خانه شروع میشه. دوم ترس، هراس از پیامد راستی. میگه اگر راست بگم مثلا این مشکل برام پیش میاد، مرا اخراج میکنم. بابا خیلی وقتا زیر دست دروغ میگه برای که مدیرش برای خارج نکنم.
بچه مکتبی دروغ میگه برای که معلم اذیتش نکنه. کارگر دروغ میگه برای که صاحب کار او را خدمت شما رو از محیط بیرون نکنه. این خودش یک اشتباه است، کجیست. یوم ینفع الصادقین صدقهم. باید تحلیل بکنیم، راست و راستی انسان نجات میده. ان نجاتو فی صدق. سومین چیزی که آدم ها را به دروغ وادار میکنه آرزوهای درازه، دنبال یک خیالاتیست، بعد برای که به او خیالاتش برسه شروع میکنه به دروغ گفتن. وقتم کم است. امیر المومنین میفرماید ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا و طول الامل. دو چیز خلاصه خطرناک است، یکی آرزوهای دراز، یکی از عوامل دروغ گفتن این آرزوهای دراز است. یکی از عوامل دروغ گفتن محبت جا و مقام است، وقت ایجاب نمیکنه. خیلی وقتا در اجتماع بزرگ افراد گرفتار دروغ میشه. آخه بعض وقتا دروغگویا، خب عرض کردم برای یک نفر دروغ میگه، اونم بده، منتها خب ضررش به یک نفر میرسه، شما را یک معامله کرده فریب میده. اما یک وقت دروغ نتیجهش ضرر کلیه. معمولا در رسیدن به قدرت دروغ ها خیلی کلانه، حکومت ها شاهد دروغ های کلانند. در انتخابات ها ببینید، در تصاحب جایگاه ها ببینید، ما در تاریخ کشورهای همسایه و در تاریخ کشور خودمان شاهد این دروغ ها و این فجایع بودیم. امیر شیر علی خان فرزند امیر دوست محمد خان که سالها با برادرش بر سر قدرت و تخت و تاج افغانستان جنگید، هزاران نفر در جنگ بین اینا کشته شد، تنها در جنگ قندهار بین سپاه و فرماندهی پسرش محمد امین خان که حاکم قندهار خودش میدانست، با برادرش محمد امین خان حدود 8000 نفر کشته شد. نتیجه دروغ هاست، به خاطر که به قدرت بمانه، به خاطر که مسلط باشه. باید متوجه باشیم ما فضا را طوری مدیریت کنیم که دروغ افشا شود و شناسانده شود و معرفی شود. بخش عظیمی از مشکلات امروز کشور نتیجه در واقع شیوع و راه اندازی دروغ هایی بود که شما در تاریخ پشت سرتان می توانید نمونه هاش پیدا بکنید. ملت متوجه باشین، بیدار باشین. یکی از عوامل و یکی از پیامدهای دروغ بی‌اعتمادی است. خدا نکنه زن و شوهر در اثر دروغ گفتن به هم دیگه بی‌اعتماد شوند. حاکم در اثر دروغگویی مورد اعتماد مردم نباشد. ضعف ایمان، کمبود عزت، اینها نتایج دروغ است. بگذاریم و فرصت رو در واقع مدیریت کنیم. آثار دروغ چیست؟ یکی از آثار دروغ رسواییه، هم در دنیا هم در آخرت. الکذب یزری بالانسان. کذب بیان حضرت امیر است، انسان را بی آبرو میکنه. چرا؟ چون قرآن میفرماید والله مخرج ما کنتم تکتمون. شما چیزایی را که مخفی میکردین خدا بیرون میکنه. آقا سیاستمدار دروغ بگه معلوم میشه، رهبر مذهبی دروغ بگه معلوم میشه، خلاصه تاجر دروغ بگه یک روزی معلوم میشه. بیایم برای که آبرومند باشیم، اهل راستی باشیم. دروغ و تکرار دروغ برای حفظ آبرو. گاهی دروغ میگه برای که او دروغ قبلی را حفظ بکنه.
باز بدتر میشه. به انسان دروغگو خودتان آزمایش بکنید، به محض که بفهمین کسی به شما دروغ گفته دیگه اعتماد نمیکنید، و اگر بفهمین کسی به شما راست گفته با همه سختی ها به او اعتماد میکنید. بیاییم جامعه ما درمان کنیم. بله اسلام دین متینه، بعضی جاها اگر خیلی شرایط حاد شد اجازه میده شما دروغ بگید، آدم ها دروغ بگن. کجا؟ یکی از جاهایی که دروغ اجازه داده شده، البته آثار دیگه ای هم داره، مثلا در روایات داریم بعضی ها دروغ میگن برای که پول پیدا بکنن، اتفاقا دروغگو روزش کم میشه. این عبارت معصومه، پیغمبر فرمود الکذب ینقص الرزق، دروغ روزی را کم میکنه. شما تاجر راستگو را ببینین با تاجر دروغگو، سیاستمدار راستگو سیاستمدار دروغگو، روحانی راستگو رهبر مذهبی راستگو، اونی که دروغ گفته چیکار میشه که پاپ میآید کرنش میکنه جلوی آیت الله سیستانی؟ یک روحانی در یک گوشه نجف از زمان صدام بوده، تاریخ میاد پیدا بکنه یک جا در سخت‌ترین شرایط دروغ، مخصوصا اگر حکام دروغ بگن کشور به سمت فقر و گرسنگی میرود. هر جا برکت است نتیجه صداقت است. بله مجبور شد انسان گاهی به خاطر اون هدف، یکی از جایی که دروغ جایزه، دو نفر با هم درگیر میشه، شما اگر راسته بگی این مصیبت بیشتر میشه، اونجا اجازه دادن. پیغمبر فرمود دروغ مصلحت آمیز از راسته که باعث مفسده بشه اونجا اشکال نداره، اما هدف اینه که این جنگ این درگیری مهار شود، نه اینه که دروغ بگه اسمشه دروغ مصلحت آمیز بگه برای مصلحت خودش، نه اونه باید آدم تشخیص بده. یک جاهایی اگر اسلام اجازه داده استثناست، امیدواریم که با این دید که بخواهیم مشکلات اجتماعی من حل شود به مسئله دروغ به عنوان یک مصیبت، به عنوان یک خبیثه و رذیله اخلاقی نگاه بکنیم. البته فقهای عظام علما در جلسه هستند، فقها در فتاواشون دستور دادن، روایات هم داریم که دروغ اگر به خدا و پیغمبر و امام و معصوم نسبت داده شود روزه رو باطل میکنه. بحث روزه نیست، حالا ما فقط ماه رمضان که ملزم نیستیم دروغ نگیم، در طول زندگی خدایا ما را با معارف عمیق و ریشه‌دار و حیات بخش قرآن بیش از پیش آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی محمد رسول الله و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقه الطاهره و علی الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح ائمه المؤمنین. باز هم از باب تذکر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا
سفارش میکنم نماز جمعه در کنار اون همه عظمت که حج فقرا معرفی شده با عبارت با تلاش خودتان را به این نماز برسانین معرفی شده، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، جنبه های روشنگری و اجتماعی داره. خب در سومین روز سال جدید قرار داریم و مطالبی که در خطبه دوم عرض میکنم، اگرچه روز جهانی جنگل است، روز جهانی تبعیض نژادی، روز جهانی آب، روز دهقان، روز زنگ مکتب و تحصیل و آغاز خلاصه آموزش و تربیت، به همه اینا نمیرسم. یکی بحث کوتاهی درباره آغاز سال تحصیلی و بهار علم و دانش، بعدم در رابطه با تبعیض نژادی و یادم از حضرت خدیجه سلام الله علیها و مسئله که دیروز اتفاق افتاد. خب فرزندان این مملکت مبارک و انشالله خجسته باشه بر آن، بر آن عزیزان و بر همه خانواده ها، آغاز یک تحول، آغاز یک حرکت آموزشی و علمی، شروع مکاتب. یک عده میگن توانا بود هر که دانا بود، این تعبیر خوب است، مال خلاصه اندیشمندان است. اما قرآن میفرماید هر که بینا بود، هر که آگاه بود او تواناست. ما تا آگاه نشویم توانا نمیشیم، ما تا دانشمند نشویم قوی نمیشیم. نه اقتصاد قوی میشه، نه امنیت قوی میشه، نه طبابت قوی میشه. همه اینها در یک ضعف به سمت خلاصه تاریخ حرکت عمر ما در حرکت، هم زمان متحول می شوند که ما یک جامعه با سواد، یک جامعه بینا در این حال متدین داشته باشیم. علم در مسیر تکامل انسان ها آثار داره، نقش داره. تا خانواده، فرد، جامعه قوی نشود کامل نمی شود. کمالم یک بخش نداره، کمال بخشای زیادی داره. ما در عبادت باید کامل بشیم، در اقتصاد کامل بشیم، در حق گفتن کامل بشیم، در اقتصاد و عزت و پیشرفت همه جانبه باید کامل بشیم. بحثی را که اینجا لازم میدونم مطرح کنم این است که علم و آموزش جایگاه چیه؟ آیا علم با ایمان درگیره؟ یعنی بعضی جا اگر ما خواستیم مؤمن باشیم باید از بعضی از آگاهی ها دست بکشیم؟ این یک نکته بسیار مهم است. باید در جلسات مثل نماز جمعه، در گفتمان های کلام، در حوزه ها، در خطابه های بزرگ این مسئله مطرح شود. علم و آموزش هدف انبیاست. انبیا برای چی آمدن؟ بابا قبول داریم همه من مسلمانیم، افغانستان کشوری یکی بیشترین جمعیتش مسلمانه، همه میگیم یک لگ بس 4000 پیغمبر آمدن. برای چی آمدن؟ برای آگاه کردن آمدن، برای بینا کردن آمدن. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تا آگاه نشیم قوی نمیشیم. بعضی علوم در جامعه واجبه، یقین داریم بعضی از علوم در جامعه واجبه، منتها کدام علم؟ حتما توجه بیشتر میکنیم. از نظر خداوند، از نظر پیغمبر،
که نظر خدا هست کدام علم در جامعه واجب است؟ هر علمی که در آن رضای خدا باشد، هر علمی که به نفع مردم باشد، اون علم از نظر خدا و از نظر پیغمبر واجب است. امام کاظم علیه السلام فرمود حواسا جمع، اول العلم بک، با ارزشترین و ضروریترین علم اون علمیه که لا یصلح لکل عمل الا به، کار درست نمیشه، زندگی درست نمیشه مگر او علم یاد بگیری. آقا طبابت بلد نباشیم کشور مستقل میشه؟ صنعت و تولید خودمان به دست نگیریم کشور رشد میکنه؟ ما بخش کشاورزی و زراعتمان را بروز نکنیم وضعیت اقتصادی تغییر میکنه؟ نمیکنه. کدام علم واجب است؟ هم علم دین، بله باید نماز رو درست خوان، باید واجبات مالی را پرداخت کرد، اما اونهایی که زندگی بی اون میچرخه اونها را هم باید یاد گرفت. این علم واجب است. یک رابطه ایست بین علم و دین. نماز جمعه تذکر میدم، اگر این همه ثواب داره این همه بیداری داره. عزیزان من، این نکته ای را که به شما عرض میکنم، خیلیاتان بزرگان این علما این خلاصه اجتماعی هستین، تجربه دارین، برین مطالعه کنین گذشته زندگیتانه. ما را اینا را اگر اینجا نگیم جای دیگه گفته نمیشه. ای کاش این رسانه ها بیاین این مطالب برای پیشرفت افغانستان منتشر کنن. حالا که رسانه کم دارین، شما جوانان، شما سربازان در مقابل لشکر جهل و تاریکی، از طریق فضای مجازی هر یکیتان تبدیلی به یک رسانه شوید. عقیده حق و دیدگاه درست این است که علم و دین هیچ گونه تعارض با هم ندارد. علم با دین در مخالفت نیست، هر دوتا مکمل هم دیگرن، هر دوتا رکنن. دین و علم به تعبیر یکی از بزرگان این گونه است، علم به ما روشنایی و توانایی می بخشد، ایمان عشق و امید و گرمی می دهد. اول باید آگاه شوی، هوشیار شوی، بیدار شوی، بعد در اون آگاهی و هوشیاری با عشق و ایمان حرکت کنی. با هم در تخالف نیستن. علم ابزار می سازد، ایمان مقصد را به ما نشان می دهد. با استفاده از این ابزار باید به اون مقصد برسیم. علم سرعت می دهد، ایمان جهت را مشخص می کند. علم توانستن است، ایمان خواستن است. چرا بیاییم جامعه را در زمین و در قهقرا نگه داریم، یک بیانی داشته باشیم که بین دین و بین علم فاصله و تعارض را منعکس کنیم؟ ببخشید اینها را مجبورم دنبال کنم. علم چشمه ایمان و تقواست. آدم جاهل آدم با تقوا نمیتونه باشه. این نما یخشی الله من عباده العلماء. اگر میخواهی جامعه جامعه با تقوا باشد، جامعه جامعه با ایمان باشد، او جامعه را آگاه کن، هوشیار کن. شما شنیده این ویرا الذین اوتوا العلم الذی انزل علیک من ربک هو الحق.
اینا خیلی نکته داره. و یرالذین اوت العلم، اونایی که آگاه بودن به این نتیجه رسیدن که قرآن حق است. ان الذین اوت العلم من قبله اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا ان کان بعد ربنا لمفعولا. اونهایی که میفهمیدن قبل از قبل در ادیان گذشته از آمدن پیغمبر اطلاعات داشتن، اونها در مقابل قرآن کرنش کردن. علم سرچشمه قدرت است، همه بدانیم. اگر میخواهیم قوی شویم، نه فرد نه یک گروه، اگر جامعه را میخواهیم جامعه قوی شویم، باید به سمت آگاهی حرکت کنیم. عزیزان من میفهمند. و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفه. میدانیم وقتی خلاصه او جریان حضرت سلیمان و بلقیس اتفاق افتاد، بعد حضرت سلیمان گفت کی تخت بلقیس میاره؟ یکی از اجنه گفت من میارم قبل از اونی که از جا حرکت کنی. افریت من الجن. آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان فرمود من میارم قبل از اونی که چشم به هم بزنی. بابا تو عالم نشی که قوی نمیشی. مگه نمیخوان جامعه قوی باشی؟ چرا مرزای ما اینقدر در خطر باشه؟ و این قدرت علمی فقط در دروس دینی نیست، در همه عرصه هاست. علی علیه السلام یک جمله داره، من یک بار دیگه در نماز جمعه خواندم، اینجا مخصوصا علامت گذاری کردم چون اوج صحبت منه. میفرماید العلم سلطان، علم خودش سلطنت است، خودش قدرت است. من وجده سال، هر کس به علم دسترسی پیدا کرد، این یورش میبره، فتح میکنه، گشایش به دنبال داره. و من لم یجد حسیل علی، هر جامعه ای که از علم محروم شد به او حمله میکنن، به او یورش میبرن، اقتصادش دیگر را از طریق شما قوی میکنن، نیروی کارش از شما میبره، نفر خدمتش از شما میبره، کلفتش از او جامعه میبره که به علم دسترسی نداره. راه های بیرون شدن از مشکلات معلوم است. باید هممان به علم خودمان و فرزندانمان را تشویق بکنیم. در اسلام هیچ چیزی به اندازه علم مورد توجه نیست. نماز برای دخترها بعد از آن است که به تکلیف برسن، قبوله؟ برای پسرها زمان است که واجب بشه. اما علم اینطوری نیست. اطلب العلم من المهد الى اللحد. برای نماز شرایط داریم، اما برای علم این شرایط نیست. پشت آدم غیر عادل نمیشه نماز خواند. اما خذ العلم ولو من المشرکین. بعضی چیزها رو باید از غیر مسلمان هم، چاره ای نداریم، اگر بلد نبودیم باید یاد بگیریم. اطلب العلم ولو بالسین. ما برای تجارت به چین خیلی آدم فرستادیم، اما برای آگاهی، برای علم، و زمان چین خیلی دور بوده. پیغمبر فرمود در اسلام یادگیری مرز نداره. هر گروهی که از آموزش محروم است، یک انفجاری است برای تخریب قدرت و عزت کشور. باید زمینه را برای آموزش همگانی و بزرگ فراهم کنیم. توسعه کشورها گره خورده به حضور زنان و نقش زنان در
جای جای زندگی و در توسعه جامعه انسانی. عملا اگر ما این نقش را نادیده بگیریم، یقین داشته باشیم در توسعه و پیشرفت آسیب دیدیم. امروز که زنگ مکاتب و پاهنتونها و مراکز زده شده و باب علم و در واقع معرفت گشوده شده، امید است همه ساکنین این سرزمین از این موهبت الهی و از این وسیله عزت و پیشرفت بهره‌مند باشند. مسئله آخر و مسئله دیگر، البته مسئله دوم، خب یک روزی را دنیا مجبور شده نامگذاری کرده، روز تعصب و تبعیض نژادی. مجبوریم این مطالب در نماز جمعه نگیم کجا بگیم. در طول تاریخ تبعیض و نجات پرستی وجدانهای بیدار را آزار می داده. امروز اگر دنیا پیشرفت کرده، شما فکر نکنین تعصب نژادی فروکش کرده، نه، شکلش عوض شده، مصداقش عوض شده. او زمان یک بندهی و یک بردهی را می گرفتن و پوستش آهن می گذاشتن داغ می کردن، حالا یک طور دیگر حقش می خورن، با او ظلم می کنن. چرا دنبال تبعیضن؟ برادران و خواهران حاضر در نماز جمعه، هدف از تبعیض نژادی چیست؟ دقت کنین، یک بیماری است، یک حس خود برتربینی است، به خاطر افزون طلبی، به خاطر قدرت و سیطره داشتن. نتیجه تبعیض نژادی همینه. یک عده میخواهند خودشان از دیگران بالاتر باشند، قدرت در اختیار یک گروه باشه، از امکانات جامعه یک عده بهره‌مند باشند. این مشکل ترین بخش زندگی اجتماعی ملت ماست، با این باید مبارزه کرد. این گریه کور را باید با بیداری و هوشیاری باز کرد و این مقصد را و این کانال و این کوره را باید برای حرکت جامعه از بین برد و تبدیل به یک جاده بزرگ کرد. با آگاهی از امام سجاد علیه السلام سوال شد آقا تعصب چیست؟ حضرت فرمود که تعصب یعنی کسی بدیهای قوم و ملت خودش را بهتر از خوبیهای دیگران بداند. آدم بدیها و زشتیهای قوم و ملت خودش و مردم خودش را از خوبیهای دیگران بالاتر بداند. نمیشه تعصب. آدم قومش دوست داشته باشه اشکال نداره، اما اگر حق را نپذیرد به خاطر که ادهی با او مرتبط است، از خونی او هست، این میشه تعصب. و رهبری تعصب به دست شیطان است. در قرآن خوانده ایم شیطان چرا سجده نکرد در مقابل آدم؟ غیرت و جاهلیت خودش را به نمایش گذاشت و تعصب ورزید. به همین دلیل است که متعصبین، اونهایی که دنبال برتری نجات هم، اینها پیروان شیطان هم. و راه مبارزه با این تبعیض برگشت به دین است، برگشت به قرآن است، برگشت به باورهای اسلامی است. ما دیروز متوجه شدیم، خبر ناگواری را شنیدیم، باز هم شهر قندهار بخش دیگری از پیکر این مادر جریحه‌دار شد، داغدار شد، مجروح شد، انفجار صورت گرفت. ماه رمضان عده‌ای در این حادثه
جانهاشان از دست دادن، زندگیشان از دست دادن، داغدار شد خانواده ها، اطفال بی پدر شد. این حرکت از هر دستی، از هر عاملی صورت گرفته محکوم است. ما به امارت و به حکومت و به خانواده های داغدار این مصیبت را تسلیت میگیم، احساس درد میکنیم. هیچ فرق نمی کنه در هر نقطه افغانستان اتفاق بیفته، زخم ماست، جراحت ماست، برادر ما و بازوی ما را از ما گرفتن. اما بدانیم اگر خوب مدیریت نکنیم، دشمن دنبال همینه. این دور باطل ادامه پیدا کنه. یک راه داره، راهش کشور و مردم کشور را همدل کردن. ما باید آحاد این ملت را سرباز امنیت کنیم. تنها یک نیرو، یک بخش نمیتواند امنیت جامعه را بگیره. نفرین و مرگ و درد بر عوامل این جریان. خدایا خانواده های داغدار را صبر عنایت بفرما، شهدا و کشتگان این حادثه را خدایا به مقامات عالی و متعالی برسان. ملت ما را از این مصیبت ها بیش از پیش در امان بدار. خب مجلس در روزهای پنجشنبه در این مکان مقدس از اولین پنجشنبه ماه مبارک رمضان را اندازی شده. برای اولین بار در افغانستان انس با قرآن با حضور قاریان اهل تشیع و اهل تسنن هر پنجشنبه از ساعت 2 تا 4. دیروز الحمدلله نسبت به پنجشنبه قبل جلسه خیلی معطر بود. عزیزان اطلاع داشته باشند ما باید راه‌های نزدیک شدن و وحدت واقعی را پیدا کنیم. به خاطر اون که دیروز عزیزان از جای جای شهر با حضورشان مخصوصا جامعه قرآنی تشریک مسائی کرده بودن، خواستم تشکر بکنم. و آخرین نکته، دیروز یا پریروز روز 10 ماه مبارک رمضان مصادف بود با وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین. تسلیت عرض میکنیم این مصیبت را به مولامان صاحب الزمان. من با اجازه شما نمازگزاران با خودم نیت کردم امروز هر چی صحبت میکنم، هر چی مطلب میگم، چون مادر هممان است. زنهای پیغمبر مادران مؤمنان هستند، اما خدیجه مقامش استثنایی است. هر چی ثواب امروز خدا به ما عنایت کرده به این مادر تقدیم میکنیم. از فضائلش نمیتونم چیزی بگم، هم وقت تمام شده، هم خلاصه من ای توانایی را ندارم. فقط براتون بگم شبی که پیغمبر معراج رفت، 17 رمضان، از معراج که برمیگشت، روایت هم در منابع اهل تشیع هست هم در منابع اهل سنت، وقتی برمیگشت جبرئیل لحظه خداحافظی رسید و پیغمبر همراهی میکرد. بعد گفت جبرئیل، پیغمبر فرمود جبرئیل کاری نداری دیگه، من میخوام برم خانه. گفت یا رسول الله، فقط رفتی خانه، خدا به من دستور داده سلام خدا را به خدیجه برسن. جبرئیل گفت یا رسول الله سلام منم به خدیجه برسن. ان جبرئیل اتانی لیلت اسری بی فهین رجعت فقلت یا جبرئیل هل لك من حاجه، فقال حاجتی ان تقرأ علی خدیجه من الله و منی السلام. وقتی پیغمبر آمد خدیجه را ملاقات کرد، گفت خدیجه خدا به تو سلام رسان، جبرئیل سلام رسان. قالت ان الله هو السلام، بیبی فرمود خدا خودش سلامه. و منه السلام، سلام از جانب خداست. و
و الیه السلام سلام به جانب خدا برمیگرده و علی جبرئیل السلام. خواهران برادران دقت کنین، پیغمبر فرمود رزق تو حبها، من دوستی و محبت خدیجه را به عنوان یک روزی از جانب خدا دریافت کردم و حب حبیبها، هم خدیجه را دوست دارم و هر که خدیجه را دوست داره اونم دوست دارم. این خدیجه است، فدای معرفتش بشم. میدونین به اندازه اخلاق پیغمبر، به اندازه شمشیر علی، ثروت خدیجه در پیروزی اسلام نقش داشت. با اون همه ثروت همه را در اختیار پیغمبر قرار داد. مثل دیروز که از دنیا رفت، شاید چند ساعت قبل، چند روز قبل به زهراش که خردسالم بود، شاید 5 ساله بود، بگم و دیگه دعاتم کنم، فرمود فاطمه جان من یک خواسته ای دارم از بابات، خودم رو نمیشه، خجالت میکشم بهش بگم، من دارم میمیرم، انشالله بریم جنت المعلا کنار قبر بی بی، از اونجا هم عرض ادب بکنیم. از همینجا امروز انشاءالله مجلس ما مورد توجه مولامون صاحب زمان بشه. آقا جان ما در مصیبت مادر جان شما خلاصه عرض ادب داریم میکنیم. گفت که فاطمه جان وقتی از دنیا رفتم دوست دارم، دقت کنیم، فرمود دوست دارم او عبایی که از اولین لحظاتی که پیغمبر مبعوث شده بر رسالت پیش سرش نماز خواندم، او عبایی که در نمازها عشق میکردم، پیغمبر با اون نماز میخوند، او جزء کفن من باشه. رو خودم بگم خجالت میکشم. فاطمه جان تو واسطه شد. وقتی زهرا آمد به پیغمبر گفت پیغمبر چه حال پیغمبر؟ بی بی جان پیغمبر هم عبای مبارکش جزء کفن شما قرار داد، هم خدا برای شما از بهشت کفن فرستاد. ماه رمضان است، ملت ما محرومن بی بی جان، اما بمیرم کربلا حسین عزیزید یه پیراهن از خواهرش بید. خدایا فرج امام زمان ما برسه، خدایا این مجلله مکرمه ام المومنین خدیجه کبرا از مجلس ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا به وجاهتش، به اخلاصش ملت ما، مردم ما، حکومت ما، محافظان امنیت ما را از همه گرفتاری ها، از همه عداوت ها و کینه ها و دشمنی ها نجات مرحمت فرما. خدایا برکاتت را، امنیت، فراوانی، خدایا همپذیری همه مسائل که در مسیر بیداری و هوشیاری جامعه ما مؤثرن نصیب ملت و مردم ما بگردان، توطئه‌های دشمنان به خودشان برگردان. خدایا خواهران و برادران که با حضورشان نماز جمعه این سنگر عزت و سربلندی را یاری میکنن در دنیا و آخرت یاری بفرما. خدایا همه من منتظریم، خدایا فرج طاووس بهشتیان آخرین ذخیره اد را برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.